دوشنبه 10 دسامبر در مراکش 164 کشور با دفاع از پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل متحد در برابر ناسیونالیست ها و طرفداران بسته شدن مرزها این پیمان را تصویب کردند. این پیمان برای همکاری میان دولت ها در زمینه مهاجرت ایمن سازمان داده شده و قانونی است. Il y a des enjeux de nature humanitaire. Il faut sauver des vies, il faut mieux coopérer et il faut beaucoup mieux gérer la migration irrégulière des gens qui sont dans des pays de transit, dans des situations très vulnérables. Et donc, il y a des aspects sécuritaires, il y a des aspects politiques, économiques, humanitaires. Tout ça, c'est bien compris dans le pacte et je pense que les États se sont bien entendus sur toutes ces questions. در این پیمان با توجه به دفاع از حقوق بشر و حقوق کودکان و در عین حال به رسمیت شناخته شدن حاکمیت دولت ها پیشنهادهایی به کشورهای درگیر بحران پناهجویان داده شده است تا در زمینه تبادل اطلاعات و کارشناسی ها برای مدیریت رفت و آمد مهاجران با یکدیگر همکاری کنند. 2030, اگرچه این پیمان الزام اجرایی ندارد ولی با آن هم احزاب راستگرا و راست افراطی با آن مخالفت کرده و آن را تشویق کننده مهاجرت های گسترده خوانده اند. کنفرانس مراکش برای 2 روز برنامه ریزی شده است و یک گام رسمی در روند است که سازمان ملل آن را به پیش می برد. اما موضوع باعث ابراز احساسات شده است. 15 کشور که در 13 ژوئیه در نیویورک این پیمان را پذیرفته بودند اعلان کردند که از پیمان خارج می شوند و یا هم که تصمیم خود را به تعلیق در می آورند. این 15 کشور بیشتر ممالکی هستند که در آن پوپولیست ها یا عوامگراها برنده شدند. ایالات متحده آمریکا که در دسامبر سال 2017 از پیمان بیرون شده بود و آن را منافی سیاست های مهاجرت دونالد ترامپ خوانده بود، این جمعه عملات شدید علیه این پیمان و همچنان علیه حکومت جهانی انجام داد. آنتونیو گودرش دبیر کل سازمان ملل با وجود مخالفت ایالات متحده ابراز خوشبینی کرد و گفت که جواب ایالات متحده را بیشتر از 150 کشور با حضور در این اجلاس داده اند.